از دلار حمایت کرد. با عرض سلام و روز بخیر، لیلا هستم از شبکه خبری پرو اسکیلز با مهمترین اخبار و رویدادهایی که امروز چهارشنبه 17 فوریه 2021 باید بدانید. روز گذشته دلار امریکا معاملات را با روندی اشتباه آغاز کرد و در برابر اکثر رقبای اصلی سقوط کرد، اما با رشد دوباره وال استریت تغییر مسیر داد، در حالی که بازده اوراق قرضه خزانه داری امریکا به بالاترین سطح یک ساله رسید. بازده اوراق قرضه 10 ساله به 1.292% رسید، در حالی که بازده اوراق قرضه 30 ساله به 2.95% رسید. از طرف دیگر سهام از بالاترین رکورد عقب نشینی کردند، در حالی که شاخصهای ایالات متحده در پایان روز مختلط بسته شدند. سرمایه گذاران در مورد بسته محرک اقتصادی در حال بررسی امریکا خوشبین هستند. پیشبینی می شود اخبار مربوط به این موضوع تا پیش از پایان ماه منتشر شود. فروشندگان جفت ارز یورو دلار در 1.2170 با یک محدوده مقاومتی سخت روبرو شد و روز را با رنگ قرمز در حدود 1.2110 به پایان رساند. پوند انگلیس همچنان در برابر تقاضای دلار انعطاف پذیر است و رشد کرد تا روز را با سودهای ناچیز در 1.3920 به پایان رساند، اما با شروع بازارهای امروز به زیر 1.39 کاهش داشت. ارزهای کالایی حرکتی ناهموار داشتند. دلار کانادا آخرین سودهای خود را در برابر دلار حفظ کرد، اما ارزش پول استرالیا پایین آمد. هنوز هم هر دو آماده هستند تا رشدهای اخیر خود را تمدید کنند. جفت ارز دلار ین همراه با بازده اوراق قرضه خزانه داری امریکا افزایش یافت و در نزدیکی 106.20 قرار گرفت، اما در ساعات معاملاتی ابتدای روز موفق نشد این روند را حفظ کند و کاهش داشت. طلا در مسیر دلار قوی تر سقوط کرد و در معاملات صبح امروز به زیر 1790 دلار نیز کاهش داشت. نفت خام همچنان در 60 دلار در هر بشکه معامله می شود. در بازار ارزهای مجازی بیت کوین برای اولین بار از 50,000 دلار فراتر رفت و پس از آن تا 49,000 دلار عقب نشینی کرد. اتریوم و ریپل هر دو کاهش داشتند و به ترتیب در 1,749 دلار و 50 سنت معامله شدند. امروز بازارهای سهام ایالات متحده با توجه به روند رشد 30% سهام شرکت CCIV و بیت کوین حمایت خواهند شد. در تقویم اقتصادی شلوغ امروز چشم‌ها به شاخص‌های تورمی آلمان و بیانیه سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی اروپا است. شاخص تورم، شاخص خرده فروشی و شاخص تولیدات صنعتی امریکا نیز مورد توجه خواهد بود. در ادامه روز نیز همچنین صورت جلسه فدرال رزرو منتشر می شود. با تشکر از توجه شما به این بخش خبری، تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.